سلام عرض می کنم، کتاین مؤسس فر هستم از برنامه پول و اقتصاد در برنامه با هم تیوی. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید خوش و سلامت همراه با موفقیت مالی باشید. برنامه امروز رو با کریدیت کارت و فایکو سکور یا میدان اعتباری می خواهم صحبت بکنم. میدان اعتباری یا فایکو سکور نمره خیلی مهمی هست تو زندگی همه و معمولاً بین 850 تا 500 هستش، یا بگیم بهتره بگیم که ضعیفترینش زیر 500 و بالاترینش 850 هستش. شما واسه وام خونه، وام ماشین یا حتی اگه واسه آپارتمان شما میخوای یه جورو آپارتمان بگیرین، حتما این فایکو سکور شما رو یا میدان اعتباری شما رو چک میکنن که مطمئن باشن که شما میتونین این پول رو پرداخت کنین. فایکو سکور معمولا سه تا کمپانی هستن، کمپانی بزرگ هستن که اینها رو به اصطلاح اکتیویتی شما رو، تاریخچه اقتصادی شما رو ضبط و ربط میکنن و معمولا واسه یه وام گرفتن یا هر موقعیت دیگه باشه این سه تا کمپانی که اکسپیریان، اکوفاکس و ترانز یونین هستش، از این کمپانیا فایکو سکور شما رو میگیرن. معمولا فایکو سکور پایین یا ضعیف باعث میشه که شما بهره بالاتری بدید و در دراز مدت شما بیشتر پول میدین از یه شخصی که کردیت سکورش بالاتر هستش، میدان اعتباریش بالاتره. چند صورت هستش که شما میتونی این فایکو سکور رو یا کردیتتون رو بالاتر بیارین. یکی از اون کارهایی که میتونین بکنین هستش که کردیت کارتای غیر ضروری باز نکنین، چون شما هر دفعه که کردیت کارت باز میکنین اینها از این سه تا کمپانی میدان اعتباری شما رو، کردیت سکور شما رو پیدا میکنن و هر دفعه که این کار رو میکنن این شماره شما یک کمی پایین تر میره. مثلا فرض کنید دیپارتمنت استور اگه که آفر به شما میگن 10% تخفیف میگیرین یا یه کار اینجوری میکنن و غیر ضروری هست، شما رو باز نکنید. حتی اگه نمیخواین دیگه این کارت رو استفاده بکنین، این باعث میشه که شما لایبلیتیتون بالا بره و به اصطلاح کردیت سکورتون پایین بیادش. یکی دیگه از کارهایی که خیلی لازم هست که انجام بدین این هستش که کردیت کارتاتون به موقع پرداخت بشه، چون شما وقتی کردیت کارت رو به موقع پرداخت نمی کنین هم جریمه میدین، همین که معمولا بهره بین 14 تا 27% که هستش اونو که باید پرداخت کنین چه جریمه هم بهش تعلق میگیره. در ضمن اگه کسی باشین که چند بار این کارو کرده باشین، حتما کردیت سکور شما پایین خواهد اومد و روش اثر میذاره. پس برای این دوتا کار حتما باید انجام بشه. و مورد سوم که شما میتونید کردیت کارتتون و کردیت سکورتون رو ایمپروف بکنین، بهترش بکنین، نمرتون رو بالاتر ببرین، این هستش که بهترین چیزی که شما همیشه یه مینیموم پیمنت رو رو آدو پیمنت بذارین که اگه احیانا مشغولیت فکری دارین یا از شهر بیرون هستین یادتون میره این مینیموم پرداخت بشه و وقتی که مینیموم پرداخت شد شما اگه خواستین که تمام اون پول پرداخت کنین این کار رو میکنین، ولی احیانا اگه که یادتون رفته این باعث میشه که کریدیت کارت شما به موقع اون مینیمومش پرداخت بشه. و این سه تا مورد رو اگه که در نظر بگیرین و انجام بدین حتما کریدیت سکور شما بالاتر خواهد رفت و در دراز مدت چون بهره پایین تر میدین در حقیقت یک پولی از شما پس انداز میشه چون بهره بالاتر ندادید. مورد بعدی که میخوام صحبت کنم راجع به کریپتوکارنسی هستش. من فکر کنم همه به شدت و ضعف این کریپتوکارنسی رو شنیدن که پول ارز دیجیتال هستش. کریپتوکارنسی اولین بار در ژاپن با اسم بیت کوین شروع شد و سال 2011 اگه شما $1000 توی بیت کوین گذاشته بودین الان سال 2021 $17 میلیون داشت. البته این به این صورت است که اگه نفروخته باشین و واقعا از سال 2011 این سهامو نگه داشته باشین تا حالا $17 میلیون شده.
بیت کوین معمولا بین 40,000 دلار تا 63 هزار دلار بالا پایین میره، نوسان داره و نوسانش خیلی زیاده. ولی بیت کوین یکی از کریپتوکرنسی هایی هستش که خیلی متداوله و خیلی زبانزد هستش، چون از همه قیمتش بالاتره و تا به امروز هنوز نمیدونن که سی او این کمپانی کی هست و چطور این تأسیس شده. بیت کوین های دیگه، کریپتوکرنسی های دیگه ای هم هستن مثل دوش و چند تای دیگه، و ایلان ماسک اعلام کرده که دوش کوین رو به عنوان پرداخت ماشین تسلا قبول میکنه و این خودش یه زمینه خیلی خوبی واسه دوج کوین میسازه. واقعیت اینه که کریپتوکرنسی یه چیزیه که تمام کشورها به اون، یعنی تمام دنیا به اون سمت و سو داره حرکت میکنه و پیش بینی شده که تا سال 2025 تمام ارزها دیجیتال خواهد شد. در مورد بعدی که میخوام صحبت بکنم راجع به کووید هست. متاسفانه اومیکرون استیل خیلی داره قوی پیش میره و امروز هم بازار بورس رو تحت شعاع قرار داد و S&P و داو اند نزدک همشون توی قرمز بودن و پایین بودن. متاسفانه اثر بدی هم روی توریسم یا اقتصاد توریستی گذاشته، چون تمام کروزا و هواپیمای کمپانی هواپیمایی همه قیمتاشون و سهامشون به طور 4-5% پایین اومده. حتی دانشگاه کورنل کمپیسش رو بسته چون تعداد زیادی کووید دیده شد و تمام امتحاناشون رو دارن در آنلاین انجام میدن. اگر اسپورت ایونت هایی که تا حالا مثلا بوده، NBA، بسکتبال، فوتبال، بیسبال، اینا همه یه روال معمولی پیدا کرده بود و همشون داشتن کم کم اسپورت ها رو انجام میدادن و مردم میرفتن. ولی متاسفانه تو NFL الان، فوتبال امریکایی الان بالاترین کووید رو داشتن، سپریدش رو داشتن و تصمیم گرفتن که تمام کارهای ورزشی رو که مردم دوست دارن ببینن و واقعا خوشحال بودن که میتونن این کار رو انجام بدن، همه اینا باز دوباره عقب نشینی کرده و انجام نمیشه. حتی خیلی کمپانیایی مثل اپل و بسیار بانک ها و رستوران ها الان دوباره از ما میخوان که ماسک بزنیم وقتی میریم توی مغازشون یا توی بانک ها. برحال امیدوارم سال 2022 خیلی بهتر باشه و کووید یه مقدار دست از سر ما برداشته باشه. در انتهای برنامه از توجه و لطف شما سپاسگزار هستم. به امید دیدار و در برنامه بعدی بدرود.